یافتن دی این ای از طریق صدفه و تصادف مساوی است با تایپ کردن شانسکی 60 فرهنگ لغت آکسفورد روی کیبورد کامپیوتر. پروتئین، هر سلول دارای بیش از 1,000,000 مولکول پروتئین است، آن هم در انواع مختلف. ویتامین ها، لیپید ها، کربوهیدرات ها، الکترولیت ها، اسیدهای نوکلئیک، دی این ای و آر این ای و غیره. احتمال شکلگیری شانسکی یک پروتئین متوسط با 500 اسید آمینه 10^950 می باشد، یعنی عدد 1/950 تا 0 در جلوی آن، و این در حالی است که در علم ریاضیات احتمال کوچکتر از 10^50 امکان تحققش 0 است. سر فرد هویل که یکی از متخصصان مشهور فیزیک فضایی است، به وجود آمدن تصادفی پروتئین های یک آمیب که یک جاندار تکسلولی ریشه پاست را 1/10^40,000 محاسبه کرده است. همچنین مورووتیز، فیزیکدان نامی، با استفاده از محاسبات علم فیزیک به این نتیجه رسید که احتمال به وجود آمدن تنها یک باکتری که ساده ترین و کوچکترین شکل زندگی گیاهی است 1/10^100,000,000، یعنی عدد 1/100,000,000 صفر جلوی آن می باشد. و همانطور که گفتیم در علم ریاضیات احتمال کوچکتر از 10^50 امکان تحققش 0 است. حال که جدیدترین و مسلمترین حقایق علمی به وجود آمدن تنها یک سلول، یک دی این ای، یک پروتئین، یک آمیب و یا یک باکتری از طریق صدفه و اتفاق را غیر ممکن می دانند، آیا اوج بیخردی نیست که به وجود آمدن کل جهان هستی با این همه پیچیدگی و نظم بیمثالش را نتیجه شانس و تصادف کور و کر بدانیم؟ ساختار و عملکرد حیرت انگیز اتم. هر سلول متشکل از حدود 40,000,000 اتم است. اندازه اتم فقط 1,000,000 میلیمتر است، یعنی اگر 100,000,000 اتم را کنار هم قرار دهیم فقط 1 سانتی متر جا می گیرد. اتم متشکل از هسته و الکترون هایی است که به دور هسته می چرخند. الکترون ها با سرعتی خارق العاده، یعنی با سرعت 1,000 تا 100,000 کیلومتر در ثانیه، هم به دور محور خود می چرخند و هم به دور هسته. به عبارت دیگر هر الکترون به طور متوسط حدود 1,000,000 بار در ثانیه در اطراف هسته می چرخد. نکته جالب توجه این است که الکترون ها در 7 مدار مختلف به دور هسته می چرخند، و با این که با سرعت بسیار بسیار زیادی به داخل مدار یک دیگر می پرند و تغییر مکان می دهند، اما از آغاز آفرینش جهان هستی حدود 15,000,000,000 سال پیش تا کنون حتی یک الکترون با الکترون دیگری برخورد نکرده است. قادر مطلق و لطیف ارجمند آن آفریدگاری است که این همه ظرافت و نظم را پدید آورده است و لحظه به لحظه آنها را کنترل می نماید. از اینها گذشته دلیل علمی دیگری که بر پدید آمدن خود به خود عالم هستی خط بطلان می کشد، قوانین مسلم و محکم ترمودینامیک است. طبق قوانین ترمودینامیک در یک سیستم بسته مانند عالم هستی نمی توان از بی نظمی نظم و انتظام پدید آورد. لذا از آنجایی که تمامی انفجارهای جهان هستی منجر به بی نظمی می شود، نمی توان انتظار داشت نظم و انتظامی که جهان پس از انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ به خود گرفته است نتیجه صدفه و تصادف باشد. به عبارت دیگر در جایی که سخن از طرح و برنامه باشد، تصادف کور و کر حرفی برای گفتن ندارد. مثلا با انفجار یک آکواریوم می توان انتظار داشت که آن آکواریوم به قطعات ریز شیشه تبدیل شود، منتها دور از عقل سلیم است اگر با انفجار قطعات ریز توده شیشه انتظار ساخت یک آکواریوم را داشت. در نتیجه تصادف همواره در جهت ویرانی و تخریب صورت می گیرد، نه در جهت ساخت و ایجاد. به علاوه قانون اول ترمودینامیک می گوید محال است انرژی یا ماده از نیستی پدید آید، و این یعنی حتما باید آفریدگاری داشته باشد. بنابراین اگر کسی قائل به پدید آمدن خود به خودی جهان هستی است، در برابر قوانین ترمودینامیک که جزو محکمترین دلایل علمی است چه چیز برای گفتن دارد؟ نتیجه گیری. با توجه به آنچه درباره قوانین ترمودینامیک، عظمت جهان هستی، جسم انسان، سلول، اتم و غیره گفتیم،
می توان چنین نتیجه گرفت. طراحی و نظم موجود در سرای هستی شاهدی است دال بر وجود آفریدگاری مقتدر و توانا. مبحث دوم، اگر خدا جهان را آفرید پس چه کسی خدا را آفرید؟ برای پاسخ به این سوال می توان از دو دلیل محکم سود جست، یک دلیل علمی و یک دلیل عقلی. دلیل علمی، نخست باید بدانیم که جهان محدود است یا نامحدود. از نظر علم محدود است زیرا آغازی دارد. نکته اول، اگر جهان هستی آغازی نمی داشت قطعا خیلی پیش از اینها نیروهای خود را از دست می داد. مثلا خورشید باید مدتها پیش خاموش می شد. همچنین اگر جهان را آغازی نمی بود و اگر از ازل وجود می داشت می بایست تمام هیدروژن ستارگان تاکنون از بین می رفت، زیرا ستارگان با تبدیل هیدروژن خود به هلیوم است که به تولید انرژی می پردازند. نکته دوم، همان گونه که قبلا بیان شد نظریه انفجار بزرگ اثبات کرد که جهان از نیستی به هستی آمده است و این یعنی قطعا آغازی دارد. در نتیجه چیزی که آغازی داشته باشد بیشک پایانی نیز دارد و بنابراین محدود است. حال از آنجایی که با آفرینش عالم هستی قوانین فیزیک از جمله زمان و مکان به وجود آمد، پس نتیجه میگیریم کسی که عالم هستی و قوانین آن از جمله زمان و مکان را آفریده است قطعا خودش در بیرون از عالم هستی قرار دارد و در بند این قوانین نیست. پس چون در بند زمان و مکان نیست، اول و آخری ندارد، یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود، لذا قبل از او کس دیگری نبوده از تا او را آفریده باشد. نتیجه این که خدا اصلا آفریدگاری ندارد. لا مکانی که در او نور خداست، ماضی و مستقبل و حال از کجاست؟ دلیل عقلی، اولا اگر گفته شود خدا هم معلول است و باید علتی داشته باشد، پس لازم است آن علت دیگر هم علت دیگری داشته باشد و نمیتوان همه موجودات را معلول دانست، زیرا معلول نیاز به علت دارد. یعنی اگر همه علتها معلول و نیازمند علت دیگری باشند، هیچگاه هیچ موجودی به وجود نمی آید. به دیگر سخن تسلسل علتها محال است، پس بناچار لازم است که سلسله علتها به علتی نهایی یا علل العلل منتهی شود، علتی که خودش معلول موجود دیگری نباشد، یعنی قائم به ذات و بی نیاز مطلق باشد. دوماً در تعریف خدا باید گفت خدا کسی است که قائم به ذات است، یعنی مطلقاً نیازمند هیچ کس و هیچ چیزی نیست. بنابراین اگر کسی غیر از این تصور کند، پس معلوم است او هنوز مفهوم خدا را به درستی درک نکرده است. بر این اساس متاسفانه کسی که میپرسد خدا را چه کسی آفریده است، خدا را به عنوان یک معلول تصور می کند که نیازمند یک علت است، یعنی خدا را به عنوان موجودی تصور می کند که قبلا نبوده و بعداً به وجود آمده است و این یعنی خدا در آفرینش خود نیازمند کس دیگری بوده است و این نیازمندی قطعاً با مفهوم دقیق خدا به عنوان بی نیاز مطلق در تضاد آشکار است. بنابراین تعارض از خود سؤال پیداست، لذا خود صورت سؤال اشتباه است و از ناآگاهی سؤال کننده از مفهوم دقیق خدا خبر می دهد. زیرا کسی که چنین سؤالی را می پرسد نمی داند که خدا بی نیاز مطلقی است که به هیچ وجه در هیچ کاری به هیچ چیزی نیازمند نیست. این است مفهوم دقیق خدا. در نتیجه از آنجایی که خداوند قائم به ذات و بی نیاز مطلق است، قطعا نیازی به علت ندارد، لذا نیازی به آفریدگار ندارد. سخن آخر، در پایان باید به این نکته هم توجه داشت که همان گونه از خدا باوران خواسته می شود تا وجود خدا را اثبات کنند، بر خدا ناباوران نیز لازم است که عدم وجود خدا را به اثبات برسانند. هستند کسانی که می گویند وقتی خدایی وجود ندارد دیگر چه چیز را ثابت کنیم، یا ما گشتیم اما خدا را نیافتیم. منتها کسانی که چنین باوری دارند با سوالات منطقی زیر روبرو هستند. 1. حال که علم بران است، هیچگاه از نیستی هستی پدید نمی آید، پس توجیه شما برای وجود جهان هستی چیست؟ به عبارت دیگر چرا و چگونه جهان هستی به وجود آمد؟ 2. از آنجایی که علم بر وجود عالم هستی از طریق صدفه و تصادف مهر بطلان می زند،
آیا در برابر علم حرفی برای گفتن دارید؟ 3. آیا شما آسمان ها و زمین و آنچه فراسوی آنهاست را گشته اید تا ببینید خدایی هست یا نه؟ 4. آیا نیافتن دلیل بر نبودن است و آیا عقل سلیم این را قبول می کند؟ 5. مگر می شود انسان عاقل منکر چیزی شود که نسبت به آن اطلاع کافی ندارد؟ 6. آیا این بی اطلاعی شما نسبت به کل عالم هستی حداقل این احتمال را نمی دهد که شاید در جایی از این جهان پهناور خدایی وجود داشته باشد؟ جان کلام این که منکران وجود پروردگار هیچگاه نتوانستند دلیلی منطقی و قابل قبولی بر نبود خدا ارائه دهند. خداوند در قرآن اشاره می نماید که کافران حتی اگر خدا را هم ببینند باز هم ایمان نمی آورند. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قطعاً خواهند گفت حتما ما را چشم بندی کرده اند و آنچه می بینیم ابداً واقعیت ندارد، بلکه ما را جادو نموده اند و این است که چیزها را عوضی می بینیم. خلاصه ای از دلایل اثبات وجود خدا. 1. طبق نظریه انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ جهان هستی آغازی دارد و این یعنی قطعاً آفریدگاری دارد. 2. طبق قانون اول ترمودینامیک محال است انرژی یا ماده از نیستی پدید آید و این یعنی جهان هستی خود به خود پدید نیامده است و قطعاً آفریدگاری دارد. 3. عالم هستی از اتم و سلول گرفته تا کهکشان‌های عظیم دارای چنان پیچیدگی و در عین حال نظم و ترتیبی است که وجود یک طراح، مدبر و آفریدگار مقتدری را لازم می‌نماید. 4. رسالت پیامبران الهی و معجزات آنان از جمله معجزه خاتم پیامبران یعنی قرآن کریم آنچنان شکوهمندانه روز به روز از سوی دستاوردهای جدید علم و تکنولوژی مهر تصدیق می خورد که خبر از منبعی فراطبیعی دارد. این منبع فراطبیعی همان خداوندی است که پیامبرانش را با دلایل محکم برای هدایت بندگانش فرستاد. 5. ماده برای درست شدن و حرکت کردن قطعاً به یک نیروی خارجی نیاز دارد. به علاوه لازم است این نیرو یا علت خارجی غیر مادی باشد، وگرنه آن هم خودش به یک علت دیگر نیاز داشته و اگر همینطور پیش برود دور و تسلسل صورت می گیرد و از آنجایی که دور و تسلسل محال است پس قطعاً لازم است علتی نهایی در کار باشد، علتی که قائم به ذات بوده و در آفرینش خود نیازمند هیچ گونه علت دیگری نباشد. این علت بی نیاز مطلق خدای متعال است. و السلام علی من اتبع الهدى و سلام و درود بر آن کس باد که راه هدایت در پیش می‌گیرد.